سرخط خبرها. حملات طالبان و دولت در افغانستان همچنان تلفات می‌گیرد. 15 کشته در انفجار در ولایت زابل، 15 نفر قربانی هم عملیات هوایی در ننگرهار. دو هفته بعد از توقف مذاکرات با طالبان، احضار زلمه خلیلزاد برای پاسخگویی به کنگره آمریکا. کارشناسان سازمان ملل و فرانسه در راه عربستان. حوثی‌ها دوباره گفتند حمله به تأسیسات نفتی آرامکو کار آنها بوده. و ادامه بن‌بست سیاسی در اسرائیل. تلاش برای تشکیل دولت جدید همچنان بی‌نتیجه است. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز ولایت زابل در جنوب افغانستان دست کم 15 نفر کشته شدند. برخی منابع میگویند 20 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. در ولایت ننگرهار در شرق این کشور هم گزارش شده 15 غیر نظامی در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین نیروهای ائتلاف کشته شدند. نیروهای خارجی در افغانستان تا کنون واکنشی به این خبر نشان ندادند. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. بخشی از خرابی انفجار صبح امروز ساعت 5، انفجار قدرتمندی که ساختمان‌های زیادی را تخریب کرده، از جمله شفاخانه مرکزی ولایت زابل را. این حال روز شفاخانه‌ای است که معلوم نیست بر سر مراجعین و بیماران آن چه آمده. شماری از زخمی‌های حمله ولایت زابل به شفاخانه مرکزی ولایت همسایه منتقل شدند، قندهار. من در حال کار در دفترمان بودم که نزدیک شفاخانه است. انفجار صبح زود رخ داد. بعد از آن نفهمیدم چی شد. من و همکارم زخمی شدیم. ساختمان شفاخانه کاملا خراب شد. افراد زیادی در این رخ داد زخمی شدند. سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به این حمله گفته که طالبان امروز به یک شفاخانه حمله کردند. به گفته صدیق صدیقی، طالبان در حالی هدف گرفتن غیر نظامی ها را ادامه می دهند که رهبران آنان به ایران و روسیه سفر می کنند. گروه طالبان اما می گوید هدف ساختمان اداره امنیت ملی بوده که شماری از سربازان این اداره کشته و زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه گفته، شفاخانه هدف قرار نگرفته. اما چون نزدیک اداره امنیت ملی بوده، آسیب دیده. در حمله مرگبار دیگری در ننگرهار، شرق افغانستان، 15 نفر در حمله هواپیمای بی‌سرنشین نیروهای ائتلاف بین المللی کشته شدند. مقام‌های محلی می‌گویند شماری از غیر نظامی‌ها که در حال برداشت محصول جلغوزه بودند، در این حمله کشته شدند. ناامنی در افغانستان در این هفته گسترش یافته. دست کم 3 روز گذشته حملات مرگباری در نقاط مختلف این کشور رخ داده. یک تحقیق تازه بی بی سی نشان می‌دهد که ماه گذشته روزانه به گونه اوسط 74 نفر غیر نظامی، نیروی امنیتی و شورشی در جنگ بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان و دیگر جنگجویان جان خود را از دست دادند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. شبه نظامیان حوثی بار دیگر گفتند حمله شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی کار آنها بوده. اما فرانسه و آمریکا میگویند این حملات پیچیده در توان این شبه نظامیان نیست. در همین حال شبکه خبری سی بی اس آمریکا به نقل از یک مقام آمریکایی گفته آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران به شرطی با این حملات موافقت کرده که ایران بعداً بتواند انجام حملات را انکار کند. این شبکه همچنین گفته آمریکا تصاویری در دست دارد که سپاه پاسداران را در حال زمینه‌سازی حمله در نزدیکی اهواز نشان می‌دهد. منبع مستقل این گزارش را تایید نکرده است. ژیار گل گزارش می‌دهد. آمریکایی‌ها می‌گویند حملات مستقیم و از خاک ایران بوده. سعودی‌ها تا به امروز تنها حمایت ایران از این حملات را تایید کردند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با رهبران عربستان سعودی دیروز این حملات را اقدام جنگی ایران علیه عربستان سعودی توصیف کرد.
این در حالی است که سعودی‌ها محتاطانه تر حرف زدند و هنوز رسما حمله مستقیم از خاک ایران را تایید نکردند. جنگ لفظی بین وزرای خارجه ایران و آمریکا بالا گرفته. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به شبکه خبری CNN گفته اگر به ایران حمله شود جنگی تمام عیار را در پی خواهد داشت. او در توییتر خود در پاسخ به اظهارات مایک پومپو در عربستان نوشته اقدام جنگی یا تحریک به جنگ. بازمانده تیم بی به همراه متحدان جاه طلبشان تلاش میکنند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را فریب دهند و او را به جنگ بکشانند. پس از حملات پهپادی و موشکی شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، هیئتی از کارشناسان نظامی آمریکا به کمک مأموران تحقیق سعودی رفتند. شبکه خبری CBS به نقل از مقامات آگاه آمریکا گزارش داده که آمریکا تصاویر ماهواره‌ای دارد که نشان می‌دهد نیروهای سپاه پاسداران برای پرتاب موشک در اهواز آماده می‌شوند. این شبکه خبری به نقل از این مقام می‌گوید مراحل آماده‌سازی عملیات در جنوب ایران فراهم شده و موشک‌ها با عبور از آسمان کویت و با پیمودن حدود 700 کیلومتر به اهداف نفتی در خوریس و بقیق عربستان سعودی اصابت کردند. در حالی که این موشک‌ها و پهپادها نیمی از تولید نفت عربستان را متوقف کردند، دیروز وزارت دفاع عربستان از عملکرد سامانه دفاع هوایی این کشور دفاع کرد. ما به سامانه دفاع هوایی من افتخار می‌کنیم. تا حالا توانستیم بیش از 232 موشک بالستیک را قبل از اصابت به اهداف ساقط کنیم. شبه نظامیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند، دیروز بار دیگر گفتند آنها این عملیات را انجام دادند. سخنگوی این گروه امارات متحده عربی را هم تهدید کرد. اليوم نعلن ولاول مره، امروز برای اولین بار اعلام میکنیم ما ده ها هدف را در امارات متحده عربی هم شناسایی کرده ایم. بعضی از آنها در دبی و بعضی هم در ابوظبی هستند و هر لحظه می توانیم به این اهداف حمله کنیم. حوثی ها بار دیگر تأکید کردند که پس از عملیات شناسایی دقیق با پهپادهای خودشان حملات را انجام دادند. اما وزیر خارجه فرانسه می گوید حرف آنها درست نیست. حوثی ها یک گروه شورشی یمنی هستند. گفتند این حملات را انجام دادند. حلفی فاقد اعتبار و باور نکردنی. اما تحقیقات بین المللی در جریان است. بگذارید منتظر نتیجه آن بمانیم بعد تصمیم بگیریم. فرانسه هم قرار است تیمی تحقیقاتی برای کمک به سعودی ها بفرستد. برابر این آتش افروزی هایی که انجام دادید کسانی نباشند که پاسخ بدن. در چند روز گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران ادعای دست داشتن در این حملات را رد کردند، اما آن را هم محکوم نکرده و بار دیگر بر حمایت خود از حوثی ها تاکید کردند. سهل و آسانه. احتمال درگیری و جنگ بسیاری از همسایگان ایران را نگران کرده. نخست وزیر عراق در مصاحبه با BBC از کشورهای همسایه خواست که از خود خیشتنداری نشان دهند. امیدوارم به هم حمله نکنند. اگر جنگی شروع شود پایانی نخواهد داشت. جنگی خطرناک خواهد بود. مثل جنگ‌های گذشته نخواهد بود. فرماندهان نیروهای آمریکایی خواهان اعزام سامانه دفاعی بیشتر برای حفاظت از عربستان سعودی شدند. دونالد ترامپ گفته خواهان جنگ نیست، اما حمله تلافی جویانه به ایران شاید یکی از گزینه ها باشد، اما گزینه آخر. فرماندهان نظامی ایران هم گفتند به هر حمله احتمالی سریعا پاسخ خواهند داد. ژیار گل، BBC. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقایی، فکر میکنید که سفر هیئت سازمان ملل به عربستان سعودی چقدر کمک بکنه به روشن‌تر شدن وضعیت؟ خب همونطور که اشاره شد اینا تحقیقات سازمان ملل و در واقع تحقیقات بین المللی هستش در مورد عاملان احتمالی حملات
14 سپتامبر به تاسیس نفتی آرامکو عربستان و به نظر میرسه که تلاش دارن میکنن که به اون ادعاهای عربستان رو ببینن که حالا گفتن جمهوری اسلامی سلاحایی که در واقع به کار برده متعلق به جمهوری اسلامی بوده در این حمله، آیا اینها چقدر صحت و سقم داره، در واقع به نوعی راستی آزمایی بکنن در مورد این ادعاها. و دو پرسش بسیار مهم رو به گمان من میخوان یک پاسخی براش پیدا بکنن، اینکه این حملات پهپادی حالا با موشک کروز دقیقاً از چه نقطه‌ای و از چه کشوری انجام شده و چه بازیگران دولتی و یا غیر دولتی در واقع پشت این حملات بودن. اعلام رسمی از سوی دولت عربستان و دولت آمریکا هنوز صورت نگرفته در مورد عاملان حمله. کماکان به نظر میرسه که نوعی محتاط احتیاط و خویشتنداری رو دارن مقامات ریاض و واشنگتن به خرج میدن، اما اگر اثبات بشه به طور رسمی که جمهوری اسلامی در این حمله دست داشته، یعنی آقای خامنه‌ای بر اساس گزارش CBS دستور حمله داده و این حمله از درون خاک ایران به طور مثال گفتن از اهواز انجام شده، این اثبات بشه، اون موقع در واقع جمهوری اسلامی علیه عربستان اعلان جنگ کرده و بر اساس عربستان بر اساس ماده 51 که منشور سازمان ملل دال بر حق دفاع مشروع، این حق رو داره که بدون مجوز شورای امنیت به ایران حمله بکنه. ولی من حتی فکر می‌کنم در اون مقطع زمانی هم سعی بکنن که آمریکا و عربستان خویشتنداری بکنن، چرا که گزینه‌های بهتری منطقی‌تری وجود داره از جمله تداوم همین فشار حداکثری، بی‌حیثیت و بی‌اعتبار کردن جمهوری اسلامی در همین مجمع عمومی سازمان ملل با نشان دادن اسناد و مدارک و در واقع عرصه رو تنگ‌تر کردن بر جمهوری اسلامی که در نهایت تسلیم بشه. موضوع این هست که با تمام سیاست‌های گاه افراطی آقای ترامپ، ما میبینیم که علاقه چندانی به ورود به جنگ نداره. کاملا درست هستش. من گمان میکنم که اساسا آمریکا نیازی به جنگ نداره. ببینید، گمان من بر این هستش که این جمهوری اسلامی هستش که به دنبال تحریک عربستان و آمریکا برای ورود به یک جنگ منطقه‌ای هستش. چرا؟ به این دلیل که چون آقای ترامپ به هیچ وجه حاضر نیستش که، به نظر میاد که به هیچ وجه حاضر نیستش که تحریم‌ها رو کم بکنه، مشخصا منظورم این تحریم‌های نفتی بر ایران هستش، و اروپا هم در مورد اجرای مکانیزم اینستکس و اون طرح تخصیص خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به ایران عملا با مانع برخورده. برای جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با ایجاد یک درگیری منطقه‌ای قواعد بازی رو بر هم بزنه به نفع خودش و اینجا اون دکترین فشار حداکثری رو بی اثر بکنه و در واقع اگر بخواد جنگی بشه خودش رو در واقع نشون بده که بهش جنگ تحمیل شده. من گمان میکنم آقای ترامپ فریب مقامات جمهوری اسلامی رو نخواهد خورد و دو اشتباه رو مرتکب نخواهد شد. یک اینکه ذره بخواد تحریم‌ها رو کاهش بده در بدون اینکه بخواد امتیاز بسیار بزرگ و اساسی از جمهوری اسلامی بگیره و دومی جنگ بکنه و چرا که اگه این کارها رو انجام بده بگم من اشتباه خواهد کرد، چون تیز دکترین فشار حداکثری ترامپ با این دو اشتباه کند خواهد شد. بنابراین نیازی نداره این تاسیسات عربستان بوده که مورد هدف قرار گرفته، نه آمریکا. و اینجا من جواب میدم که اگر یک نکته رو آخر خیلی اشاره بکنم، خیلی کوتاه 10 ثانیه، اگر قرار باشه آقای ترامپ بدونه که درگیری نظامی صورت بگیره، ایران منطقه رو به درگیری و نارمی خواهد کشون و شاید آمریکا برای نشان دادن قدرت اوریان خودش حتی به تهدید به استفاده از بمب اتمی هم مبادرت ورزه و تسلیم بکنه جمهوری اسلامی رو، و این بزرگترین خطر هست که آقای ترامپ ازش خودداری خواهد کرد و تسلیم جمهوری اسلامی رو خواهد خواست بدون اینکه خونی از کسی ریخته بشه. ممنونم از شما حسین آقای، پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه. اجازه بدید برگردیم به خبر اول برنامه امروز. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجاری خودروی بمب‌گذاری شده در مرکز ولایت زابل دست کم 15 نفر کشته شدند. از دو هفته به این سو که مذاکرات با طالبان متوقف شده، افغانستان هر روزه شاهد حمله بوده. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از کابل با ما هستند. آقای ابراهیمی، تقریبا در دو هفته گذشته هر روز طالبان به یک جای حمله کردند، در چنین وضعیتی چطور میخواید انتخابات در افغانستان برگزار کنید؟ به نام خدا و برد سلام به شما و تمام بینندگان محترم شما. قسمی که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار بکنه و تمام آمادگی ما به شکل عام تام، هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ پالیسی و پلان گرفته شده و ما تاکنون به 34 ولایت افغانستان تمام مواد اساس و غیر اساس انتقال داده شده. بالاتر از 100 ولسوالی مواد اساس و غیر اساس انتقال داده شده و فعلا 100,000 کارمند ما مصروف آموزش های روز انتخابات هست و در پلی از 80% از کارمندای روز انتخابات که ما ضرورت داریم که
همش استخدام شده و در حدود 200 هزار کارمند بر 5373 مرکز که 29586 محل میشه ما تمام آمادگی خود داریم. کمیسیون مستقل انتخابات، بالای نهادهای امنیتی محترم خود ایمان و باور کامل دارن، مثل گذشته های قهرمان امنیتی توانستن که تامین امنیت بکنن. از این بابت نگرانی هست، اما بالای نهادهای امنیتی محترم ما ایمان و باور کامل داریم که در پلی از شهروندای افغانستان نهادهای امنیتی محترم خود کمک بکنن تا ما بتونیم در فضای صلح و امنیت انتخابات مطلوب تر داشته باشیم. چند مرکز رای دهی بسته خواهد بود؟ 5373 مرکز که ما ثبت نام کردیم و کمیسیون مستقل انتخاباتی را تصویب کرده رهبریش، با نهادهای امنیتی محترم ما شریک ساختیم. نهادهای امنیتی محترم گفتن که از بین 5373 مرکز احتمالاً 431 مرکز به اثر تجهیزات امنیتی مسدود خواهد بود. که در کدام منطقه هستن؟ در 4942 مرکز گفت ما میتونیم تامین امنیت کنیم نهادهای امنیتی محترم. این تنها یک ولایت نیست، در مجموع 30 ولایت افغانستان است. در ولایتی که مراکز ما بسته نخواهد بود کابل هست، بامیان هست، دایکندی هست، پنجشیر هست و ولایت هایی که تهدیدات شدید امنیتی بیشتر هست مثل تخار، کندوز، روزگان، بلخ، هرات و ننگرهار، ولایت هایی که تهدیدات بیشتر هست مراکز ما در این ولایت هست. اما در مجموع در یک ولایت افغانستان نیست، در 30 ولایت افغانستان بیشتر از مراکز که از جمع 431 مرکز هست تهدیدات هست و کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی خود به واجدین شرایطی که ثبت نام کردن 9,665,000 واجد شرایط داره و تمام آمادگی ما به شکل عام و تام گرفته شده است. متشکرم از شما عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در کابل با ما. زلمه خلیلزاد مذاکره کننده دولت آمریکا در گفتگوها با طالبان تا دقایق دیگر پشت درهای بسته به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان گزارش می‌دهد. دیگر مقام‌های وزارت خارجه آمریکا هم در پی این نشست در جلسه علنی به پرسش‌های اعضای این کمیته پاسخ می‌دهند. حدود دو هفته پیش و در پی کشته شدن یک سرباز آمریکایی و چند غیر نظامی افغان در حمله طالبان به کابل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مذاکرات با این گروه را متوقف کرد. صابر جعفری تحلیلگر مسائل افغانستان از تگزاس آمریکا با ما هستند. آقای جعفری، احضار آقای خلیلزاد در زمان توقف مذاکرات صلح با طالبان به چه معناست؟ به نتیجه مذاکرات قطر که با تندراغ در طی 9 دور و بیش از حدود 9 ماه پیگیری شد به هیچ عنوان قابل قبول نبود و عملا مفادی که از اون افشا شد اگرچه به صورت رسمی اعلان نشد نشان از یک رسوایی داشت بیشتر تا یک مذاکرات صلح. به همین خاطر کنگره همونطور که از قبل هم حساس بود آقای خلیلزاد را به عنوان نماینده خاص حکومت آمریکا در امور افغانستان انتخاب کرد تا ببینه داستان از چه قراره، چون که کنگره فقط نقش نظارت قانونگذاری نداره بلکه نظارت کننده هم هست. آیا با شکست مذاکرات میشه گفت که عمر سیاسی آقای خلیلزاد به پایان رسیده؟ حقیقتش خیلی زود هست که الان یک چنین ارزیابی داشته باشیم، باید منتظر جلسه امروز شویم. خب آقای خلیلزاد فقط در این چند ماه در عمر افغانستان فعال نبوده بلکه در طول 40-50 سال گذشته یکی از اعضای اصلی تعیین سیاست گذاری و خدمتش آمریکا در عمر افغانستان بوده و مخصوصا در دوران بعد از حالا 11 سپتامبر. اگر کنگره وارد ارزیابی کلی سیاست آمریکا شود و نه فقط درباره مذاکرات قطر، بعید نیست که چنین اتفاقی بیفته، چون که سیاست‌های آمریکا عملا در زمینه شکست خورد در افغانستان بعد از 11 سپتامبر. همونطور که خودشان هم مقامات مختلف آمریکایی این ارزیابی را مستند ارائه دادن و سیاست های آمریکا عملا به جایی رسید که به شورشیان، تروریست ها و کسانی که مخالف نظم جدید بودن را به اونا باج داد، به اونها پاداش داد و در این زمان مردمی که حامی نظام سیاسی بودن و از او استقبال کردن، صلح‌جو بودن و رفتار مدنی از خودشان نشان دادن را همیشه بی‌اعتنایی کرد. به همین خاطر اگر بخوای وارد هیته شود و کل حداقل سیاست آمریکا در بعد از
11 سپتامبر و ساختار ناقص سیاسی افغانستان را دلایلش را جستجو کنه، بعید نیست که آقای خلیلزاد فوق‌العاده دچار دردسر بشه و شاید عمر سیاسیش حداقل در مورد افغانستان به پایان برسه. اما الان زوده، باید منتظر نتیجه جلسه فکرت. ممنونم از شما صابر جعفری، تحلیلگر مسائل افغانستان از تگزاس آمریکا با ما. وزیر خارجه آمریکا گفته کشورش حدود 160 میلیون دلار از کمک‌هایش به افغانستان را پس می‌گیرد. مایک پومپئو دلیل این اقدام را ناتوانی دولت افغانستان و شفاف نبودن فعالیت‌های آن اعلام کرده. از این مبلغ 100 میلیون دلار برای پروژه‌های در زمینه بازسازی زیرساخت‌های انرژی و 60 میلیون دلار هم به عنوان کمک به دولت بوده. پس از اعلام نتایج انتخابات اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور سفرش به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد. بر اساس نتایج اعلام شده، هیچ کدام از دو حزب رقیب نتوانسته 61 کرسی لازم را برای پیروزی در انتخابات به دست آورد. حزب لیکود به رهبری آقای نتانیاهو با کسب 32 کرسی از در اختیار گرفتن اکثریت کرسی ها برای تشکیل دولت بازماند. آقای نتانیاهو از رقیب اصلیش بنی گانتس از حزب سپید و کبود برای تشکیل دولت ائتلافی دعوت کرده. مرداد فرهمند خبرنگارمون از تل آویو با ماست. مرداد، چقدر چنین نتیجه پیش بینی میشد؟ من البته الان در بیت المقدس هستم. گنبد طلایی، گنبد صخره‌پشت رو من میتونید ببینید. این نتیجه‌ای که الان به دست آمده البته شاید خیلی هم غیر قابل پیش بینی نبود. یعنی تصور پیش از این هم بر این میرفت که در نهایت انتخاباتی که برگزار شد پیروز برنده ای نداشته باشه و مسئله اساسا بیش از اون که نتیجه انتخابات باشه، رضایت دادن احزاب برای اینکه گرد هم جمع بشن و ائتلاف تشکیل بدن. و این معمایی است که نه پیش از انتخابات راه حلی براش به نظر می رسید، نه حالا که انتخابات برگزار شده راه حل مشخصی براش دیده میشه و همه در حال در واقع گمانه‌زنی هستند که چطور میشه، چطوری مهره ها رو کنار هم چید که مجموع اونها بتونه به 61 کرسی برسه. دو عامل اساسی وسط نقش دارن در اینکه تشکیل ائتلافی بشه یا دولت آینده چطور بخواد تشکیل بشه. یکی جز آقای آویگدور لیبرمن هستش با حزبش به نام اسرائیل خانه ما، حزب ملیگرا، و در طرف مقابل او عرب ها هستند که این با در واقع ائتلافی تحت عنوان فهرست مشترک که ائتلافی از 4 حزب عربی است. آقای لیبرمن 9 کرسی و عرب ها 13 کرسی دارند. اینا هر دوشون نقششون تعیین کننده است در اینکه چه انتخاب چه دولتی بخواد تشکیل بشه، ولی به هیچ وجه حاضر نیستن که این با هم در یک دولت باشند. و تا زمانی که این دوتا نخواند که با هم در یک دولت باشند، همچنان این بن‌بست برقرار میمونه. قدم بعدی چیه؟ فعلا قدم بعدی اینه که احتمال این هست شاید اصلا کار بکشه به اینکه یک بار دیگه انتخابات برگزار بشه. یعنی در یک سال اسرائیل برای اولین بار 3 انتخابات پشت سر هم به خودش ببینه. و یا اینکه طرفین رقیب بتونن کوتاه بیان، بیش از همه آقای نتانیاهو البته باید کوتاه بیاد در این وسط، که اگر که راضی بشه که بیاد با رقیب خودش که حزب سپید و کبود هست تعداد کرسی‌هاشون رو روی هم بگذارند، که در اون صورت میتونند اکثریت کافی رو داشته باشند برای تشکیل یک دولت ائتلافی. اما مسئله این هستش که در چنین صورت شاید آقای نتانیاهو بخواد که ناچار بشه که از صرف نظر کنه از نخست وزیری، و این هم چیزی است که او خواهانش نیست. متشکرم از تو مهرداد فرهمند در بیت المقدس با ما. دولت ایران اعلام کرده یارانه نقدی 200,000 خانوار ایرانی حذف می شود. دولت گفته سرپرستان خانوار در صورت اعتراض می توانند پس از دریافت پیامکی در مورد حذف یارانهشان به نزدیکترین دفتر خدمات دولت مراجعه کنند. سیاوش اردلان گزارش می دهد. یک زمانی حسن روحانی گفته بود نمی توان یارانه پولدارها را حذف کرد، چون نمی توان به زندگی مردم سرک کشید. اما آن زمان چیزی به اسم بانک رفاه ایرانیان وجود نداشت، یک منبع اطلاعاتی از دخل و خرج مردم. هر جایی که اطلاعاتی متصل شده به کد ملی افراد، این اطلاعات جمع‌آوری شده و وضعیت مالی افراد وسع سنجی شده. دامنه این وسع سنجی ها تا کجا رفته؟ ایرانیانی که اینقدر پول دارند که به سفرهای خارجی بروند،
ایرانیانی که می توانند در خیابان‌های تهران با ماشین‌های لوکس ویراج دهند. ایرانیانی که ملک و املاک زیاد دارند. دولت تعیین کرده که تعداد این ایرانی‌ها در مجموع 700 تا 800 هزار نفر است. یعنی 200 هزار خانوار با درآمدهای میلیاردی که از ماه آینده یارانه نقدی نخواهند گرفت. قبلا دولت کلی تلاش کرده بود پولدارها را از فهرست یارانه بگیرها حذف کند، اما نتوانست. حالا که فشار تحریم‌ها زیاد شده و این دولت شعار دولت الکترونیک می‌دهد، حذف یارانه پولدارها آسان‌تر شده و از شنبه آینده روند حذف‌ها کلید می‌خورد. روز شنبه ان شاء الله افرادی که مشمول حذف شدند پیامکی با سرشم دولت بسیار تلاش کرده یادآوری کند اگر کسی فکر کرد نباید یارانش حذف می‌شد، راه‌های اعتراض و شکایت باز است، ولی به شرط سرک بیشتر در دخل و خرج مردم. نامه دولت اختیار دارد که به حساب‌های بانکی اونها دسترسی داشته باشد و مبتنی بر تراکنش‌های بانکی اونها بتونیم در واقع تشخیص اولیه که از توان مالی افراد داشتیم رو بتونیم دقتش رو خیلی بالاتر ببریم و تصمیم بگیریم که این فرد مشمول دریافت یارانه هست یا خیر. در دولت محمود احمدی نژاد حذف پولدارها از یارانه بگیرها به بزرگواری فرد پولدار محول شده بود. برای بعضی رقمی نیست. بزرگواری کردن، ثبت نام نکردن، انصراف دادن، شاید هم بعداً بعضیا بازم انصراف بدن. من از همشون تشکر. آرزوی برآورده نشده دولت حسن روحانی هم همین بود. اما از آن زمان تا امروز 350 هزار میلیارد تومان هزینه یارانه های نقدی شده. حالا دولت حسن روحانی امیدوار است اگر حذف یارانه پولدارها به خوبی پیش برود، تا آخر امسال حداقل 200 میلیارد تومان صرف جویی کند. ایدئال دولت حذف 20 تا 30 میلیون ایرانی از دریافت یارانه بود، یعنی چندین دهک بالاتر جامعه. اما فعلا به حذف صدک ها راضی شده. از نشانه ها پیداست در شرایط امروز کسی با حذف ماهی 45 هزار تومان برای صدک های میلیاردر مشکلی ندارد. سیاوش اردلان، بی بی سی. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبر. تا دقایق دیگه با خلاصه از خبرها با شما خواهم بود.